سلام خدمت خانم آقایون، 84مین جلسه انجمن گفتگو دموکراسی درباره مسائل ژئوپلیتیک ایران هستش. یک بحث سیاسی که در خدمت آقایان سعید محمودی و آقای سلامتیان هستیم. عنوان بحث ایران در تنور چالش‌های ژئوپلیتیک منطقه هستش. مهمان دیگر ما که البته خودشون میزبان هستن، آقای احمد سلامتیان هستن که معرفی حضور همه است. آقای سلامتیان متولد 1320 اصفهان هستن، دانش آموخته در رشته حقوق دانشگاه تهران و بعد از اون در پاریس رشته حقوق بین‌المللی. طی فعالیت‌های سیاسی قبل و بعد از انقلاب در ایران، ایشان در مجلس اول شورای اسلامی از حوزه اصفهان نماینده مجلس بودند که ظاهرا به اتمام هم نرسید و بعد از اون هم به پاریس آمدند. مقالات و نظرگاه های متعدد ایشون رو در حوزه‌های مختلف میشه از اینترنت جستجو کرد. آقای دکتر خیلی بحث حقوقی کردند، حقم هست که در پرونده هایی مثل پرونده عدم گسترش سلاح های هسته‌ای که همه جور چه گفتن به اونجایی رسیده که منجر به یک شبه اجماع بین‌المللی شده که چارچوب حقوقی براش معین بکنن. پیمان امروز حالت قانون بین‌المللی داره، شاید در پیمان هایی که به این ترتیب در حد ملل متحد تصویب شده بی‌نظیرترین پیمان ها باشه. منطقی است که ما بیشتر گرایش داشته باشیم که به جنبه حقوقی نگاه بکنیم، اما من یک نگاه دیگر هم میبینم، روابط بین المللی. متاسفانه روابط بین المللی علارغم تشکیل سازمان ملل متحد و منشور ملل متحد و دادگاه‌ها و ارگان‌های مختلف حقوقی ملل متحد و پادمان‌های مختلفی که نوشته شد، هنوز یکی از زمینه‌های عمده تناسب قواست که بیشتر قانون زور، قانون جنگل درش حاکمه تا قانون حقوق. خیلی اسباب تأسفه، اما این یه واقعیت است. برای اینکه این واقعیت رو ببینیم، حتما سخنرانی آقای نتانیاهو رو در پشت تریبون ملل متحد دیدید. از روزنامه‌های اسرائیلی و از حزب مخالف اسرائیل نقل قول بکنم، نقاشیشون به ما فارسی زبان‌ها میگه مرغ پخته رو به خنده میاندازه. خود اسرائیلی‌ها سخنرانی مختلفشون، موضع‌گیرای مختلفشون گفتن بچگانه است. حتی اونهایی که طرفدار ایشون بودن عمده در این مسئله رو این دانستن. خوب دقت بکنید که سخنرانی ماهرانه‌ای بود، به زبان خوب انگلیسی صحبت شد و توانست کلن بر صحبت‌های محمود عباس سایه بیاندازد. یعنی دغدغه اصلا مسئله اینه که نخست وزیر در یک تریبون بین‌المللی چگونه اقدام بکند که تیترهای اول روزنامه‌های فردا مربوط به مسئله دیگری که ممکنه برش مسئله عمده بوده باشه، سخنرانی محمود عباس و درخواست بالاخره تشکیل شناختن دولت فلسطینی حتی به صورت سمبولیک واتیکان تحت شعاع قرار داد. معلومه پرونده هسته ایران در یک روابط بین‌المللی پیچیده، در یک دنیای در حال گذار از نقطه نظر تناسب قوای درونی خودش، بدل به یک بهانه شده که محتواش که بحث حقوق آقای دکتر میکنند و به حق، متاسفانه تحت شعای بهانش قرار گرفته. اگه اجازه بدید با این شروع ازم بتمون روابط بین‌المللی دنیای کنونی رو چجوری میبینیم، چجوری هست. اولا روابط بین‌المللی سخته زبانش. دیپلماسی یه ابزار ملایمشه، ولی چند دیپلماسی هم در مواردی است که جنگ نمیتونه انجام بشه.
جنگش هم بیرحمانه است، قوی ترم در اون جنگ میبره. ثانیاً کشورهای مختلف و قدرت‌های مختلف در روابط بین‌المللی خودشون در دنیای کنونی که دنیای در حال گذاره رفتارهای مختلف از خودشون نشون دادن، حتی کشورهایی که تثبیت شدند. مثلا ما میگیم کشورهای اروپایی قدرت‌های تثبیت شدند، ایالات متحده آمریکا قدرت تثبیت شده است. علل اصول در کشورهایی که تثبیت شده هستند سعی می‌کنند سیاست خارجی رو و روابط بین‌المللی رو از گرو و گروکشی تنش داخلی بر سر قدرت خارج بکنند، عایق بندی بکنند، براش ترتیبی به وجود بیارند که موضوعات و مقوله هایی به عنوان مساله ملی و منافع ملی چنین موضوعاتی بشن که اقلیت ها و اکثریت ها عوض میشن و اون سیاست تداوم پیدا میکنه. برای امپراتوری های کهن اروپایی این کم کم سنتی شده بود، یعنی انگلستان یا فرانسه سیاست خارجی و روابط بین‌المللی رو حداقل میگفتن میان مدت و دراز مدت برنامه ریزی میکنیم، نه کوتاه مدت، حالی که تغییر و تبدیل اقلیت و اکثریت ها و حکومت ها ممکن بود کوتاه مدت باشه. به همین علت در خود قوانین اساسی به نوعی مسائل و مباحث مربوط به عمده روابط بین‌المللی رو یا حریم خاصی براش درست میکنن که دولت نتونه بازیچه چشمکش سیاسی بکنه، موضوع عوام فریدی لحظه سیاسی بکنه، یا میذارن در اختیار رئیس جمهور، رؤسای جمهور. وضعیت خاصی داره، پروسدور خاصی داره. هر جایی در دنیا که سیاست خارجی و روابط بین المللی بازیچه مسائل کوتاه مدت مربوط به قدرت داخلی شد، اسباب فسادش میشه. یکی از قدرت‌های بزرگ دنیای ما که بزرگ هم شده بعد از جنگ دوم، یکی از بیماری‌های عمده که ازش رنج می‌بره عبارت از عدم تداوم در سیاست خارجیش، به خصوص نحوه‌های رفتاریش. من یادم نمیره دانشجوی علوم سیاسی بودم، کتاب وزیر امور خارجه ویلسون رو به ما استادمون داد که راجع بهش پیش مطالعه تهیه بکنیم، و شروع این کتاب، اسمش الان یادم نمیاد، این بود که ایالات متحده آمریکا سیاست خارجیش مبتنی بر اینه که سیاست خارجی نداشته باشد. چرا؟ چون در ایالات متحده آمریکا دوره انتخاباتی 4 ساله است، میدترم داره. وارد هر کارزار انتخاباتی که شدید یک بحث دیگه می‌کنید، بس سیاست خارجی هم به طور کلی تعیین کننده در کل تصمیم گیری های ایالات متحده آمریکا علل اصول نیست، اما یک چیزی است که میتونه در زمانهای کمک بکنه، از این نقطه نظر در زمانهای انتخاباتی اهمیت بیشتر پیدا میکنه. فرق سیاست خارجی فرانسه نسبت به کشورهای مثلا جنوب صحرا عبارت از اینه که دو تا جمهوری پشت سر هم، نزدیک به 3 تا جمهوری، اصول کلی همین سیاست رو دنبال کردن. ایالات متحده آمریکا از روابطش با آمریکای جنوبی، یعنی اون دکترینی که شدن دکترین مونرو بگذاریم، بقیه جاهای دنیا یک روزی در افغانستان به ترتیب عمل میکنه که مثل اینکه متحد طالبانه، یک روزی عمل میکنه که مخالف طالبانه، یک روزی طالبان رو به کار میگیره برای پیش بردن سیاست خودش، یه روز باشون مقابله میکنه. 1982-83 وزیر دفاع وقت یا معاون وزیر دفاع وقت ایالات متحده آمریکا آقای رامسفلد میره در عراق، تا اونجا میره که نزدیکترین مناسبات رو با عراق داره در ارتباط با جنگ ایران عراق، همون عراقی که بعداً در سال 1992 باش می جنگه، جنگ اول کویت. خود بیطرفی نوعی، بیطرفی ایران در سال 1992 کمک میکنه به ایالات متحده آمریکا برای اینکه مرحله اول جنگ کویت رو پیش ببره، و در سال 2003 به همین ترتیب. این یه مشخصه عمده سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا. مشخصه دیگه‌ای که برای سیاست خارجی می‌بینیم، هر چی که ما اومدیم جلوتر در دنیا، اگر قدیم در روابط بین‌المللی عمده‌ترین مسائل بین کشورها مسئله مرزها بود و اختلافات مرزی و مسئله منافع بود، اگر چه هنوز این مرزها و منافع وجود داره، یه چیز دیگه هم در روابط بین‌المللی مسئله عمده شده.
مسئله دنیای تصوری که از نقطه نظر افکار عمومی برای تدارک یک برخورد جنگی که در ظاهر مجازی قلم دادش میکنن، جنگ الکترونیکی شده، مثل اینکه روی اکران میبینیدش واقعیت زخم و کشته و خون و این حرفاش روز به روز لمس نمیشه، تأثیر میگذاره و مقدار بسیار زیاد جنگ رو بدل به گیم میکنه. خیلی اصطلاح وار گیم در این روزا عادی به کار برده میشه. در این دنیای تصوری که ساخته میشه، نحوه ساخت دشمن و هدفگیری از او از مختلف چهره سازی بسیار مهمه. یه فرانسوی کتاب بسیار زیبایی نوشته در فرانسه، کسی سراجی به ایران علاقه‌منده از دوستان بعضی از بچه های اینجا هم هست، به اسم آقای پیر کونسا، فابریکاسیون دو لنمی، ساخت دشمن. و یکی از مسائل عمده‌ای که توش بحث میکنه عبارت از این که در دنیای کنونی که تصویر مجازی که از کشورهای مختلف ساخته میشه اهمیت زیاد پیدا میکنه، سازندگان تصویر هم دنیای مدیاتیکه، چون برای خودش منطق خاص خودش رو داره، منطق اسکوپ سازی، منطق اینکه گروه‌های خیلی کوچیکی که امکان داره از کنترل هر دولتی و هر مجموعه خارج باشن در اون تصویر سازی تأثیر داشته باشن، این کار رو به جایی میرسونه که بسیاری از مواقع کشورها ممکنه با همدیگه اختلافات مرزی یا اختلافات منافع عمده و اساسی ندارن، اختلافات مرزی و اختلافات منافعشون حتی اگه دارن مهم نیست، میتونن پس دور یک میز با همدیگه گفتگو بکنن، اما سنگینی چهره ای که ساخته شده و افکار عمومی به ترتیب میشه که سیاستمداران عادی که خودشون به دلایل مختلف انتخاباتی و عوام فریبی ناشی از گسترش رسانه ها و گسترش مدیای جدید کار روزمره و پوپولیستی میکنن، جرأت این رو نمیکنن که برن دنبال خواستهای میان مدت و دراز مدت. با این سه تا بحث یه بحث میخوام راجع به ایران بکنم، باز خلاصه بکنم. کشور ما ایران در شرایط اوضاع احوال کنونیش در دنیای در حال گذار، دنیای در حال گذار حداقلش چی میگم، ما یک نزدیک به 50 ساله بعد از جنگ جهانی دوم داشتیم، دنیا یخ زده بود، دو قطب، همه چیز در این دایره این دو قطب، درسته این گوشه اون گوشه جنگ های آزادی بخش بود، جنگ کره بود، جنگ ویتنام بود، اما بالاخره مسائل بزرگ جهانی در یک کدومینیون بین ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی حل میشد. فردای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی دوران آب شدن یخهای روابط بین‌المللی دوره 50 سال است. شاید 10 سالی قبل از 20 سالی بعد از قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشانه هایی از این پیدا شده بود. من میگم مسئله افغانستان و ناتوانی روسیه در برقرار کردن نظم در افغانستان و ناگزیر شدنش برای نیروی سیاسی بردن و فرسوده شدنش بیشباهت به مسئله گروگانگیری در سفارت ایران در آمریکا و به گل نشستن ایالات متحده آمریکا در ایران نیست. نشانه های از این بود که دیگه دنیای دو قطبی که دارای مدیریت مشترک در رأس زمینه های عینی خودش رو داره از دست میده. ما وارد یک دنیایی شدیم بعد از اون که دنیای آب شدن یخ بود، سیلهاش، بوسنی، این طرف اون طرف دیدیم، مراکز قسمت‌های مختلف دنیا جایی بود که دنیا مثل این که افسار گسیخته است، مرکزی وجود نداره که بتونه این روابط رو اداره بکنه. در این دنیا که بعد از یک دوره کوتاه امپراتوری جهانی آمریکا که رویاش بسیار کوتاه بود، کم کم وارد این شدیم که با درد و با انواع اقسام خون قبول بکنه که دنیا داره میره به طرف دنیای چند قطبی. در دنیا چند قطبی که برخوردها و رقابتها کاملا متفاوت میشه، یک موقعیت ژئوپلیتیک، جغرافیایی، اقتصادی، بین‌المللی، فرهنگی، انسجام درونی، وضعیت خاص کشور ایران یه وضعیت خاصی میشه که این موقعیت رو من بهش میگم موقعیت بالقوه، نه موقعیت بالفعل. موقعیت رو همینجوری که آقای دکتر هم گفتن، نمیخوام بحث این رو بکنم که نظام حاکمه بر ایران چیست، در تحول ژئوپلیتیک جهان به طرف یک دنیای چند قطبی در دنیای در حال گذار، قدرت هایی هستن که مجموعه ایران به این وضعیت براشون خطره، کشورهایی هستن که براشون مکمله، کشورهایی هستن که این مجموعه براشون میتونه گاو شیرده باشه. عملاً کشور ما در شرایط کنونی در این وضعیت چهار راه جهانیش، در این وضعیت پل بین شرق و غرب و جنوب، در بین استانبول تا دهلی نو، در بین جنوب قفقاز تا آدیس آبابا، تنها مجموعه منسجمی است کما بیش وجود داره.
علارغم همه ضعف‌هاش، علارغم اینکه حکومتش چی با چی باشه، چه این مجموعه منسجم یه امکانات عظیم ژئوپلیتیک هم داره که در یک روند جهانی بر گذشتن و رسیدن به قطب‌های متعدد میتونه مورد توجه باشه، مورد طمع باشه، شریک باشه، رقیب باشه، مورد دعوا باشه. اگر من خوب نگاه بکنم میتونم قدرت‌های کنونی منطقه‌ای دوروبر ایران و قدرت‌های جهانی پیرامون ایران رو به دو دسته تقسیم بکنم. یک دسته که با پتانسیل ایران مشکل دارن، یک دسته که با حکومت ایران مشکل دارن. ایالات متحده آمریکا چه به حق در مورد پرونده هسته ایران حرف آخر رو میزنه، گرچه بالاترین پرهیاهوترین حرف رو نمیزنه. در طول تاریخ روابط خودش با ایران روابط گوناگونی داشته، اما اون چیزی که بیش از هر چیز براش تداوم داشته، به خصوص از سالهای بعد از سوسیته دی ناسیون که بگیریم، دولتایی که بعد از چیز اومد همینجور وجود داشته تا به حال، یعنی از سالهای 1921-22 بگیریم، عامل عمده اصلی سیاست آمریکا بوده که مجموعه ژئوپلیتیک ایران رو به عنوان یه خطر برای خودش قلمداد نمی‌کرده، حتی تکمیلی قلمداد می‌کرده. در رقابت با روسیه، در رقابت با چین، در رقابت با هند، در وضعیت منطقه خاورمیانه که کشورهای مختلف آشوبه و درش مرکز انسجامی پیدا نمی‌کنه، ایران رو به عنوان یک طرف گفتگو، طرف شراکت، شراکت چیز نگاه می‌کرده. واقعیت روابط بین‌المللی دو کشورم به نظر من هنوز که هنوز همینه، به دلایل مختلف، انرژتیک چی چی، ایالات متحده آمریکا گرایش های خودش رو در کمپلمانتاریته با موجودیت، ببخشید لغت فرنگی، تکمیلی در موجودیت ژئوپلیتیک ایران دیدن بیشتر میبینه تا در ببینید لوله کشی های نفت. از ایران بگذره یا از دوروبر ایران بگذره، از نقطه نظر میزان سودی که برای شرکت های نفتی داره قابل قیاس نیست که از داخل ایران بگذره. مسائل مختلف، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا میتونن قشنگ از نقطه نظر بعضی از روابط صنعتیشون شبیه ایران بشن. البته ایران یه زمانی چیز کره جنوبی رو داشت. ایران به دلایل مختلف برای ایالات متحده آمریکا میتونه تعدیل کننده قدرت مطلق یافتن روسیه بر دنیای انرژتیک باشه. کشورهای اروپایی در این روابط حتی بسیار بیشتره. یعنی وقتی در دنیای رقابت ببینیم، نگاهشون به ایران به عنوان یک نگاه نوعی مکمل خود دیدنه. این وضعیت به هیچ وجه من الوجود در مورد کشور اسرائیل صادق نیست. ادعی میگویند پرونده هسته ایران با سال 2002 شروع شد و افشای اخبار مربوط، نه، من چه صورت مذاکرات کنست رو دنبال کردم در این مورد، آقای به اسم آقای منشم امیر که مسئول رادیو اسرائیل کتابی نوشته روابط جمهوری اسلامی روابط خارجی، در اون کتابش یک جایش مراجعه میده به صورت مذاکرات کمیسیون دفاع کنست و آقای افریم سنه که وزیر دفاع اون زمانه. یه بحث 1992 پس از جنگ کویت مطرح میشه که با سقوط عراق، ضعف عراق، هنوز عراق ساقط نشده، مجموعه ناسیونالیسم نظامی شده عربی به گل نشسته، دیگه تهدید جدی برای اسرائیل نیست. به همون ترتیبی که از نقطه نظر ذهنیت سازی فکری کسانی که جنگ سرد رو درش راحت بودن، یه نوع کنفرمیسم فکری داشتن، فردای جنگ سرد مثل اینکه مواجه با اضطراب شدن، دیگه دشمن مشترکی روبرو نیست، در اون اضطراب باید بسان جنگ تمدن‌ها ساخته شد، هیچ قیاس مالفارقی کاملا با هم دیگه، دو تا قدرت مقابل هم نیستن. به همون اندازم برای دولت اسرائیل به دلایل مختلفی که حوصله بحثش اینجا نیست، من ضد اسرائیل نیستم، میگم دولت اسرائیل اینجا هست بمونه، از سال 1964 چنین حرفی رو زدم و گفتم، اما کشوری است که هنوز که هنوز مسئله اصلی و اساسی ذهنیت خودش در دنیای پیرامونی خودش حل نکرده. فرصت بحث نیست. اگر حل کرده بود آقای رابین رو
که از اولین کسانی بود که در اسرائیل جدی دنبال ادغام اسرائیل در منطقه برآمد. یک فلسطینی کشته بود یا اینکه تونسته بود برنامه‌اشو به جلو ببره. نه، یک وضعیتی از نظر سیاست داخلی، چهرش، میتولوژی مسعده، این حرفا وجود داره که در اون چهره عملاً بدون تهدید مثل اینکه خودشو در خطر می‌بینه. چندین سال قبل بازی کتاب در فرانسه کتابی نوشت بعد از جنگ 1967، اسرائیل آن دانجه دو پیه اسرائیلیا. در اون ذهنیت بعد از اینکه عرب نزدیک و دورا پیرامون اسرائیل به عنوان خطری نبود، در استراتژی اسرائیلی که همیشه پریفری دنیای عرب، یعنی دنیای پیرامونی دنیای عرب، به صورت متحد بالفعل شناخته میشد. یعنی که حتی اگر هم نخواد، حبشه، ایران، ترکیه چون با کشورهای عرب رقابتی دارن، خواه نخواه بالفعل میشن. این دیگه اهمیت خودش از دست شروع کرد، از خود شروع کرد دادن. من معتقد نیستم همین در به قول فارسی ها اندیشکده ها میگن تینک تانک های اسرائیلی هم قطعی شده. هنوز که هنوز بسیاری از تینک تانک های نظامی و امنیتیشون در ذهنیت پریفری هستن و بنابراین نسبت به موجودیت ایران و اهمیت ایران و تنظیم روابط با ایران یک سیاست دیگه دارن. تو این مسئله مربوط به تهدید به جنگ و این حرف هم بیان آرام کننده تری دارن. اما یک بخشی از اسرائیل مسئله هسته‌ای رو در ایران بدل به بهانه اصلی سیاسی خودش در شرایط کنونی کرده که موضوع اصلی این چیه؟ یک مسئله است. اگر از همون سال 1992 تا به حال یه مرکز مطالعات استراتژیک، نمیدونم آمریکاییست یا یعنی مرکز اروپایی، مطالعه کرده من دیدم که در اون مطالعه نشون میده که از 1992 تا به حال متناسب بالا رفتن و پایین آمدن تنش‌های لفظی و تنش‌های سیاسی و نظامی بین ایران و اسرائیل، منحنی کمک‌هایی که اسرائیل به لوازم از ایالات متحده آمریکا دریافت کرده فوق العاده رفته بالا. آخرینش که من وقتی اون رو می‌خوندم اتفاق افتاد، زمانی بود که ایران موشک‌های خودش سال گذشته امتحان کرد و گفت این موشک‌ها تا کجا میره، و بعد از اون بلافاصله اسرائیل تونست 8 میلیارد دلار از دولت آقای اوباما کمک بلاعوض برای ساختن آسمان پولادین ضد موشک بگیره. من معتقدم احتیاجی به این تهدید چنان احتیاجی است که بهانه پرونده هسته ایران رو بسیار قوی تر از واقعیتش داره. آقای شیراک حق داشت که اگه یادتون باشه در یک گفتگوی با یک خبرنگار آمریکایی گفت اگر ایران روزی هسته‌ای هم داشته باشه، اگر هواپیماهاش 20 سانتی متر بلند شده باشه، چندین باره از بین رفته. و بحث حقوقی میکنیم، ببینید ما در دنیایی هستیم چه شگفته. باز همون پیر کنسا در یکی از بحث‌های دیگه گفته بود این مسئله رو، چه رابطه ایران و اسرائیل و مسئله پادمان و مسئله عدم گسترش سلاح هسته‌ای مثل دو تا راننده است که ایشون با سرعت 141 کیلومتر 131 کیلومتر داره تو جاده میره، پلیس میگیردش میگه 1 کیلومتر خلاف کردی. همون وقت یه راننده دیگه با 200 کیلومتر رد میشه، پلیس نگرش میداره میگه چی تصدیقت؟ میگه من تصدیق ندارم. اون 131 سعی میکنه از بغل این در بره، به اون یکی میگه بی زحمت اونو بگیرش برام بیارش اینجا ببینم. ببینید یه کشوری که قرارداد معنی گسترش رو امضا نکرده، به هیچ کدام از تعهدات مختلف در برابر آژانس عمل نکرده، امروز جای میشه که میاد جلوی تریبون ملل متحد چنون سخنرانی رو میکنه. بهانشه. من معتقدم همسایه‌های نزدیک ایران، باز ترکیه مسئله ژئوپلیتیک ایران رو میبینه، نگرانه. عربستان سعودی میترسه از یک آشوب زیاد در ایران. بعضی کوچیک‌تر و واقعیت امر هم عبارت از اینکه ما نگاه بکنیم دو تا عمده‌ترین تهاجمی که نظامی که به ایران داشتیم ظرف 30 سال گذشته، که یکیشون صدام حسین، من بهش میگم آخرین پاشای امپراتوری عثمانی بود، یکی دیگه طالبان، بالاخره در تناسب ژئوپلیتیک منطقه و با کمک ایالات متحده آمریکا حل شده. اما حالا بیام ببینم خود ایران چیه وضعیتش. گفتم دیپلماسی احتیاج به این داره میان مدت و دراز مدت نگاه بکنه. یکی از مشخصات جمهوری اسلامی عبارت از اینه که اصلا نگاه میان مدت و دراز مدت، نگاه واقعی بینی صحنه سیاسی نداره در روابط بین الملل. دلایلش یه مقداری بی تجربیشه، یه مقدار اینه که این نظام یکی از مشخصات عمدهش عبارت از اینه که به محض اینکه کادرهایی در درونش ساخته میشن که شروع بکنن کارشناسی داشته باشن،
باید اونها رو سر بزنه، چون سیاست خارجی ابزار عمده و اساسی عوام‌فریبی سیاست داخلی شده. اینجا به اجازه بدید که اینم کم کم داریم به جایی میرسیم که این دیگه بیماری حکومت نیست. بخش عمده ای از مخالفین هم نمیتونن تفکیک بکنن بین این پتانسیل و سیاست میان مدت و دراز مدت و بهره برداری لحظه‌ای به مرحله یک تصورش عبارتن که این دندان رو بالاخره باید با منقاشی چشید، منقاشش هم یک برخورد شدید کردن نظامی یا امنیتی یا محاصره اقتصادی با ایران. اما اگر ما خوب نگاه بکنیم میبینیم که جمهوری اسلامی صرف نظر از اینکه سیاست داخلی رو همیشه رجحان میده، اونم در یک جنبه تبلیغی و بسیجه، من بهش میگم پایان نماز جمعه ای، توانایی در پیش برده پرونده دیپلماتیک هم نداره. برای این یه مثال میزنم براتون. هیچ پرونده ای برای ایران از نظر دیپلماتیک اهمیت قرارداد 1975 جنگ ایران عراق و بعد از اون رو نداشته. هرگز ما در تاریخ جمهوری اسلامی بسیج نیروهای دیپلماتیک به اندازه جنگ ایران عراق بعد از جنگ نکردیم. ما هنوز که هنوزه قبول قرارداد آتش بس رو داریم به عنوان سند حقوقی، بعد از اون هیچ چیزی امضا نکردیم. حتی نشانه های مرزی درون اروند رود و یک دونش رو که تعداد کمیش باقی مونده بود زمان انقلاب نتونستیم حلش کنیم. حال اینکه عراق صدام حسین سال 1992 دست وحدت به طرف ایران چیز کرده، بعد از اون دولت کنونی عراق وابستگیش به ایران بیش از وابستگیش به ایالات متحده آمریکا است. دلیلش اینه که وزیر امور خارجه آمریکا فقط میتونه تو منطقه سبز با هلیکوپتر پیاده بشه، وزرای ایران و مشاورین رهبر و رؤسای مجلس ایران با اتومبیل سر تا سر عراق سفر میکنن. با در نظر گرفتن این مسئله، وقتی بهترین کادرش می آید تو ولایتی که از کارهایی که کرد، فردای جنگ ایران عراق یک کمیسیونی تشکیل داد، بهترین کارشناسایی رو که جمهوری اسلامی از قدیم و جدید داشت جمع کرد درش، از آقای ظریف بگیرید، از آقای حسینیان بگیرید، از اینا رو بعدش همه اینا الان کجا، از آقای امینزاده که چیز بعد اومد توش. الان متاسفانه به محض اینکه دیپلماتی شروع بکنه بخواد ملاحظات مصالح دیپلماتیک رو در نظر بگیره، یعنی بخواد سیاست خارجی و روابط بین‌المللی رو از کشمکش دعوای داخلی ببردش بیرون، به عنوان دشمن، به عنوان مأمور خارجی زده میشه. و تا امروز هم که امروز اینه، پرونده هسته‌ای یکی از دلایل عمده‌ایش که جمهوری اسلامی درش موفق شده بزرگترین ائتلاف جهانی رو علیه خودش ایجاد بکنه. یعنی جمهوری اسلامی هنر میخواد. الان گفتن کره شمالی اجماع ملل متحد نیورده برای خودش، برای اینکه بتوانید شرایط و اوضاع احوالی درست بکنید که در این شورای امنیت که پنج کشور حق وتو، خیلی سخته توی جوالی با هم گذاشتشون، خیلی سخته کاری بکنید که توی موضوعی با هم دیگه اتفاق نظر داشته باشن، اتفاق نظر پیدا بکنن و چهار تا قطعنامه علیه شما بنویسن. هنر میخواد. این هنر چیه؟ عدم وقوف به نتایج عمله؟ نه، من برام یه چیز دیگه است. ملاحظه شماره یک برای جمهوری اسلامی سیاست داخلی است و لحظه آقای خامنه ای در مورد پرونده هسته‌ای به کرات گفتند که اون چیزی که غرب و ایالات متحده آمریکا از ما میخواد چندین موضوعه. بعضی مواقع هم درسته، تو گفتم زمانی که گفتگوهای بین ایران و آمریکا شده، گفتن پرونده هسته‌ای، نقش ایران در خاورمیانه، کمک به تروریسم و حقوق بشر. آقای خامنه‌ای در صحبت‌های مختلف خودشون به کرات گفتن که اگر ما در پرونده هسته‌ای کوتاه بیاییم، نوبت میرسه به حقوق بشر. ببینید واقعیت مسئله عبارت از اینه که پرونده هسته‌ای بهانه‌ای شده که هر کدام به یک شکلی اون پتانسیل توانایی ایران رو گروگان بگیرن. من اصطلاحاتش از دیپلماسی ایران رایج شده به کار ببرم. و متاسفانه این پرونده به این شکل خامس شده، گره خورده، که بهانه پرونده هسته‌ای از موجودیتش بیشتره، چهره سازی در مورد پرونده هسته‌ای از واقعیتش مهمتره. و در چنین وضعیت و اوضاع احوالی است که جمهوری اسلامی، اگر ادعی با یک مثال توراتی صحبتمو تموم بکنم، یعنی 5 دقیقه پیچ کردم تموم شد، اگر با یک مثال توری، بعضیا میگن که
بوز بنی اسرائیل بدبخت‌ترین موجودات روزگاره. فرانسه هم ترجمه کردن بوی امیسر. من میگم نه، یه موجود بدبخت‌تر و لعنت شده تر از بوز بنی اسرائیل است. بوز بنی اسرائیل چه بیچاره بیگناه بود. اون گرگ یوسف ندریده و دهن آلوده است. چون هم اگر در داستان توراتیش نگاه بکنیم، برادران یوسف یوسف رو برداشتن با خودشون بردن. پدر توافق نمی کرد. بردنش، اول گذاشتنش توی چاه. بعد از چاه درش بردن به برده فروشان مصری فروختنش. بره یا بزی رو گرفتن، سرش رو بریدن، پیراهن یوسف رو باش خونالود کردن و گرگ رو متهم کردن که یوسف رو گرگ درید. خیلی بدبختی میخواد گرگی که کارش خوردنه، بریدنه، دندان زدنه، در این مورد دهنش هم شده گرگ یوسف. در پرونده هسته ای هنر میخواد برای یک نظام حکومتی، هنرش رو میذارم بین نظر چه خودش رو در چنین وضعیت در چنین موقعیت قرار بده. من اخیراً همون تدبیر کتاب الایل داره دیگه خوندم، کتاب آقای حسن فریدون روحانی رو هم خوندم، کتاب آقای موسویان رو هم خوندم. قاعده عبارت از این شده که در جمهوری اسلامی هر کسی که به شکلی به نوعی به این نتیجه برسه که بخواد بهانه پرونده هسته‌ای را از حاکمیت جمهوری اسلامی بگیره، بدل به دشمن جمهوری اسلامی میشه. به این عنوان باش قلم داد میشه، حالی که پرونده هسته‌ای برای دیگران بهانه شده که به مقدار بسیار زیادی هستی و کیان کشور ما رو مورد تحلیل قرار بده. من معتقدم راه خروج از این پرونده جز این نیست، بدل کردن پرونده هستی به یک پرونده ای که قبول بکنن، اذعان بکنن موافق و مخالف و جناح‌های مختلف حکومت ایران، که امروز بدل به یک پرونده خطرناکی شده برای ایران که میتونه کیان و موجودیت نه فقط نظام، کل کشور و کل منطقه. یه تصور این که ما جنگ دیگری در ایران داشته باشیم اصلا میسر نیست. باز کردن در دروازه جهنم برای منطقه خاورمیانه ممکن نیست. تا این اندازه بازی کردن با این آتش برای هر طرف امر خطرناکی است. باید نظام حکومتی ایران بیشتر در تناسب و تعامل با درون خودش و حتی با مخالفین خودش ناگزیر بشه، به این مسیر کشونده بشه که شروع بکنه همون سیاستی رو که حداقل آقای خاتمی در اون دوره کوتاه، علارغم اینکه ایالات متحده آمریکا جواب مثبت بهش نداد، در زمینه حقوق بین الملل چارچوب حقوقی نگاه داشتن و اهمیت دادن بهش، به اقویای حقوق بین الملل کمک نمی‌کنه. پنهاد پرده نازکی است که ضعفا در اختیار خودشون دارن. من معتقدم تا جمهوری اسلامی نتوانه یک بیان جدیدی پیدا بکنه که در اون بیان جدید بهانه مختلف پرونده هسته‌ای رو از معارضین و مخالفین مختلف خودش بگیره یا کم بکنه و از جهت دیگه مسئول خودش رو نشون نده، چه جمهوری اسلامی چه مخالفینش ها، در موقعیت کنونی که برای کشور ایران وجود داره این پرونده قده چرکینی خواهد بود که تمام مسائل سیاسی و دیپلماتیک و منطقی و اقتصادی دیگه ایران رو تحت شعار خودش قرار خواهد داد. خیلی ممنون از حضورتون.